بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، شاگرد عزیز عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک شما. در فصل هفتم کتاب صنف 11 درس ما رسید به فایلم مفصلیه آرتروپودا که در درس قبلی برای شما بعضی از مشخصات عمومی فایلم آرتروپودا را گفتیم و تصنیف یا کلاس هایش را گفتیم که کلاس قشریه را برای شما معرفی کردیم و امروز هم ادامه درس ما در رابطه با صنف قشریه یا سخت پستان هست که نماینده از اونها خرچنگ دراز هست و برای شما از همین قسمت آغاز میکنیم. یعنی میخواییم برای هر کلاس و هر بخشی که براتون معرفی میکنیم یک نماینده و نمونهش را هم برای شما مفصل معرفی بکنیم. خرچنگ دراز یکی از موجودات زنده هست که در کلاس قشریه یا سخت پستان زندگی میکنه. خب پس عنوان ما در حقیقت در درس امروز شاگرد عزیز ادامه بحث مفصلیه هست و این فایلم رو برای شما معرفی میکنیم. گفتیم که فایلم مفصلیه رو ما به چهار کلاس تقسیم میکنیم. یکی از اون کلاس ها کلاس سخت پستان یا قشریه هست و خرچنگ دراز نماینده سخت پستان هست که برای شما معرفی میکنیم. ویژگی هایش هست که این خرچنگ فقط در آبهای شیرین هست و طولش میتونه که تا 15 سانتی متر برسه. پس فقط در آبهای شیرین زندگی میکنه و طولش میتونه که تا 15 سانتی متر شاید عزیز طولش برسه و نام انگلیسی از این کریفش هست. کریفش یا خرچنگ دراز که نمونه کلاس سخت پستان هست و خرچنگ معمولی یک نوع دیگه است که باز ویژگی های مختلف داره با خرچنگ دراز. خرچنگ معمولی که بیایم ببینیم که عمده ترین ویژگی هایش چی است. دارای این خرچنگ دارای 10 پای هست و همین خاطر این خرچنگ 10 پای هم میگن. پس یک ویژگی شیست که 10 پای داره، دارای 10 تا پا هست و لذا این خرچنگ 10 پای هم بهش گفته میشه. خب این خرچنگ شاگرد عزیز در تمام قسمت‌های افغانستان در مناطق که ما داریم در کشور ما در آب و هوا و جغرافیای مختلف میتونیم که وجود اینا رو مشاهده بکنیم. پس اینها در کشور ما افغانستان در همه نواحی تقریبا وجود دارن و میتونیم که اونها رو در جای مختلف مشاهده بکنیم. خب این کلاس اول که قشریه یا سخت‌پستان بود و نمونه‌اش رو تان گفتیم، اما کلاس دوم از فایلم مفصلیه شارده عزیز کلاس حشرات هست. حشرات نام است که شما با این نام آشنا هستین یا کلاس انسکتا. کلاس انسکتا بیشترین تعداد موجودات زنده را که در فایلم مفصلیه هست شارده عزیز به خودش اختصاص داده. مگس، ملخ، کیک و پشه همه اینها شامل موجودات هستند که در کلاس حشرات میتونیم که اونها را جای بدیم و این علم به خاطر گستردگی و وسعت که داره شاید عزیز یک علم جداگانه هم بر خودش اختصاص داده که انتومولوژی هست. در بیولوژی علم داریم به نام علم حشره شناسی یا انتومولوژی. انتومولوژی در حقیقت همو علم حشره شناسی هست که گفتیم به خاطر وسعت که این بخش داره علم جداگانه رو براش اختصاص دادن که کلمه انتومو به معنی حشره هست. در اینجا خود کلمه انتومو به معنی حشره هست و لوژی هم به معنی علم هست یا دانش هست که برای شما قبلا هم گفته بودیم. اما انسکتا کلمه لاتین هست که به معنای بند بند هست. این کلمه جداگانه هست، دقت بکنید. کلمه انسکتا به معنای بند بند بودن هست و چون بدن این موجود زنده دارای بندها و حلقه های جداگانه هست به اینها انسکتا هم گفته میشه. قسمت زیاد حیوانات غیر فقاریه را موجودات تشکیل میتن که در کلاس حشرات هستند. به همین خاطر گفتیم تعداد اینها و وسعتشان بسیار بیشتر از سایر موجودات غیر فقاریه میباشد.
حشرات از نظر محیط زیست شاهده عزیز در هر جایی امکان داره که وجود داشته باشن، شما خودتان دیدین در هر نقطه و در هر آب و هوا و جغرافیای خاص حشرات میتونن وجود داشته باشن. در جاهای مثل آبهای شیرین، آبهای شور، در مناطق خشکه، در جاهایی که نباتات و علفها هستن حشرات میباشن، حتی در داخل بدن حیوانات و یا سطح خارجی بدن حیوانات هم اینها میتونن وجود داشته باشن. و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نباتات مثل ساقه، برگ، میوه و دانه نباتات تغذیه بکنند. پس حشرات به همین خاطر جایی که نباتات زیاد هست حشرات هم هست، چون از نباتات و از قسمت‌های مختلفش ریشه، ساقه، برگ و میوه‌ها و حتی دانه‌های نباتات میتونن که اونها استفاده بکنند. ویژگی‌های حشرات زیاد هست که ما در اینجا برای شما ویژگی‌های عمده حشرات را نشان می‌کنیم. خب یکی از ویژگی حشراتی است که حشرات گل دوست هستن، یعنی هر جا گل باشه حشرات در اونجا زیادتر هست و حشرات در عملیه بسیار مهم گرد افشانی سهم دارن، سهم در عملیه گرد افشانی. عملیه گرد افشانی که در حقیقت توسط این عملیه دانه های گرده از یک گل به گل دیگه منتقل میشه یا از سر آله تذکیر به سر آله تأنیس گل میره، بیشتر توسط حشرات انجام میشه. حشرات گلدوست هستن، یعنی گلها اونا رو جذب میکنه و در نتیجه روی گلها میشینن و دانه های گرده و پاها و بدن حشرات میشینه و میچسبه و بعد اونها وقتی که روی گل دیگه میشینن به این طریق گرده رو از یک گل به گل دیگه منتقل میکنن و سبب گرد افشانی و یا القاح در نباتات میشن. خب یک تعداد از حشرات هستن که از مواد اطراحیه دیگر موجودات زنده استفاده میکنن و حشرات لاشخور هم داریم که اینها از حیوانات و نباتات مرده و از جسد حیوانات و نباتات مرده استفاده میکنن که اصطلاحا اینا رو ما شما حشرات لاشخور میگیم و بعضی از اونا هم میتونن که پارازیت تخم ها باشن. ویژگی های مختلف حشرات رو براتون بگیم. بعضی از حشرات میزبان خاص می داشته باشن و در حقیقت میتونن که میزبان امراض یا مستقیما سبب انتقال امراض باشن. پس حشرات در انتقال امراض و میزبانی برخی از بیماری ها و امراض میتونن که نقش داشته باشن. میام به سراغ بعضی دیگه از ویژگی ها. بدن حشرات از سه قسمت تشکیل شده: سر، سینه و شکم، که در مفصلیه به این شکل هست. بدنشان شامل سر، سینه و شکم هست. این از ویژگی های عمده حشرات هست. در قسمت سر معمولا حشرات یک جور آنتن یا شاخک ها دارن. در سر آنتن یا شاخک می داشته باشن. یک جوره هم هست، یعنی دو عدد هست تعدادش، یک جوره آنتن هست که در قسمت سر حشرات میتونن که وجود داشته باشن. قسمت های مختلف دهن در حشرات وظایف مثل خرد کردن، چوشیدن، لیسیدن و جویدن را میتونه انجام بده که در انواع مختلف حشرات این وظایف میتونن مختلف باشه، وظایفی که مربوط میشه به وظایف دهن حشرات. و سینه اونها از سه حلقه ساخته شده. بخش سینه از سه حلقه ساخته شده در حشرات و در هر حلقه یک جوره پای هم دیده میشه. در هر حلقه یک جوره پای در حشرات وجود داره و به خاطر تعداد پاها در حشرات معمولا زیاد هست. اما حشرات یک ویژگی دیگه هم میتونن داشته باشن و او داشتن بال و قابلیت پرواز کردن هست که برخی از حشرات شاهد عزیز دارای دو جوره بال هستن. تعداد بالها در اونها معمولا دو جوره هست، اما ما میتونیم حشرات هم داشته باشیم که هیچ بال نداشته باشن و یا هم بعض از اونها یک جوره بال داشته باشن. پس حشرات از نظر بال بهتر است که یک تقسیم بندی کنیم. حشرات از نظر بال یا ممکن است دو جوره داشته باشن یا ممکن است یک جوره بال داشته باشن و یا هم ممکن است که اصلا بال نداشته باشن، که این سه بخش در حشرات میتونیم با مشاهده بکنیم. خب ویژگی های دیگری که حشرات داره شاید از شکم حشرات دارای 11 و یا کمتر از 11 حلقه است. پس قسمت شکم در حشرات دارای 11 حلقه می باشه.
ادامه مشخصات حشرات بخش شکم که معمولا دارای 11 حلقه میتونه باشه و گفتیم که در بعضی از حشرات میتونه کمتر از 11 باشه و یا کمتر از 11 حلقه. این ویژگی دیگر حشرات هست که برای شما بیان کردیم. اما قلب در حشرات چگونه است؟ اونا داره قلب نازک هستن و یک شریان پیشروی هست. پس قلب نازک و یک شریان در قسمت پیش روی در پیشروی قلب یعنی در اونها وجود داره. مویرک ها و رید ها در اونها دیده نمیشه. پس حشرات نشان میکنیم که فاقد ورید و مویرک هستن. این از دیگر ویژگی های حشرات هست. تنفس اونها توسط کانال های هوایی یا تراخیا انجام میشه. این ویژگی دیگرشان هست، تنفس توسط تراکیا یا تونل های هوایی هست که در اینها به همین شکل انجام میشه. حالا ببخشید این نل های هوایی و یا اصطلاح تراکیا رو برای اونها به کار بردیم. دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی وجود داره به نام اسپایرکل. پس اینها همچنین برای تنفس سوراخ های تنفسی دارن که این سوراخ ها رو ما شما اسپایرکل میگیم. سوراخ های به اسم اسپایرکل در اینها وجود داره که این سوراخ های اسپایرکل همون سوراخ های تنفسی است که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را میگیرن و به انساج خود میرسانن. از ویژگی های دیگری که ما برای حشرات میتونیم برای شما شاهده عزیز بیان بکنیم این هست که اونها از به وسیله برانشی هم معمولا میتونن در تنفس داشته باشن. پس یکی تراخیا هست و همچنین سوراخ های تنفسی است و نوع دیگرش هم برانشی هست که اینها وسیله هایی هست در انواع حشرات برای عملی تنفس. اطرار توسط 2 یا 11 به اصطلاح و یا همچنین 2 یا زیادتر از 2 تیوب مالپیگی اجرا میکنن. در اینها یک بخش وجود داره به نام تیوب مالپیگی که برای اطراح هست. پس اولی اطراح توسط یک تیوب انجام میتن به نام تیوب مالپیگی که توسط این تیوب مواد زائد بدن خودشان رو دفع میکنن و این تیوب میتونه 2 یا هم زیادتر باشه. پس تعداد تیوب مالپیگی میتونه که 2 عدد و یا بیشتر باشه در حشرات. خب در ادامه ببینید شاید عزیز اینها دارای سیستم عصبی و همچنین اعضای حسی هم هستند. پس سیستم عصبی و اعضای حسی در بدن حشرات معمولا موجود هست و از جمله مشخصات دیگرش این است که بعضی از حشرات برای تولید صدا و یا آواز کشیدن اعضای مخصوص دارند. پس ویژگی آواز کشیدن یا تولید صدا هم در بعضی از حشرات وجود داره و به همین خاطر ساختمان‌های برای تولید صدا در اونها هست. جنس مذکر و مؤنث در اونها معمولاً جدا هست و القا به شکل داخلی هست. پس جنس ها جدا می باشه و نوعیت القا القا داخلی هست که در داخل بدن یعنی القا انجام بشه و مراحل نمو و انکشاف اونها به وسیله افتادن پوست صورت میگیره یعنی پوست اندازی انجام میتن و به ترتیب که براتون گفتیم مستقیما پوست خود را از دست میتن و یا هم دچار استحاله میشن. پس رشد بدن اونها یا از طریق پوست اندازی هست و یا هم از طریق عملی استحاله یا متامورفوزیس. میایم به سراغ سایر ویژگی های دیگری که دارن. در کرم های چوب و یا در بعضی از زنبورها، خوب دقت کنید، در این دو نوع حشره در کرم چوب و همچنین بعضی از زنبورها عملی انجام میشه به نام عملی پارتینوجنسیس که این عملیه را برای شما تشریح میکنیم. عملی به نام پارتینوجنسیس در ببینید کرم چوب و بعضی از زنبورها عملی انجام میشه به نام پارتینوجنسیس عملی پارتینوجنسیس شده عزیز تشریحی است که این عملیه در حقیقت نمو و انکشاف گمت مؤنث هست
بدون یکجا شدن با گمت مذکر که یک عملیه استثنایی حساب میشه در بعضی از موجودات زنده، که مثالش برتون زدم، مثلا در کرم چوب و در برخی از زنبورها که این از انواع حشرات حساب میشن، پارتینوجنسیس انجام میشه، به معنای این که نمو و انکشاف گمت مؤنث هست بدون یکجا شدن با گمت مذکر هست. پس در تعریف عملی پارتینوجنسیس چی میگم شاهد عزیز؟ میگم پارتینوجنسیس یعنی رشد و نمو و انکشاف گمت مؤنث بدون یکجا شدن با گمت مذکر. انکشاف و رشد گمت مؤنث بدون یکجا شدن با گمت مذکر، که در بسیار تعداد محدود از موجودات زنده این عملیه میتونه انجام شود. و ما انشاءالله برای شما در ادامه درس ها نمونایش خاط گفتیم. خب خلاصه درس امروز ما معرفی موجودات زنده بود که در کلاس حشرات یا انسکتا بود، و برای شما گفتیم که علم مشخصی را به نام انتومولوژی اختصاص دادن برای مطالعه حشرات به خاطر وسعت و گستردگی که این موجودات دارن، و بعد آمدیم مشخصات عمومی حشرات را برای شما شاهده عزیز بیان کردیم. خب به عنوان نمونه ما باید بعضی از حشرات برای شما بررسی کنیم که در درس آینده ملخ معمولی را برای شما معرفی میکنیم. پس عنوان درس بعدی شما ملخ معمولی هست. اما سوالات کار خانگی برای شما شاید دیگه، سوال اول علم شناخت حشرات را نام ببرید. سوال دوم ویژگی های عمده کلاس حشرات کدامن؟ و سوال سوم اصطلاح پارتینو جنسیس را تشریح کنید. به این سوالات با دقت تمام پاسخ بدین و در کتابچه یادداشت خودتان اینها را یادداشت بکنید، تا بعد از اینکه به مکتب رفتین به همین کتابچه ها و سوالات کارخانه یک شما پاسخ دادین نمره داده خواهد شد. از توجه شما تشکر میکنم. تا درس جدید، خداوند حافظ و نگهدار شما.